بسم الله الرحمن الرحیم. حالت نهمی که ما و شما بر از او ایمان داریم که در روز قیامت در احوال قیامت میایم، محاسبه اعمال است. ایمان داشتن به حساب. حساب چی را میگن؟ حساب در لغت به معنای شمردن از ما و شما. خب میگیم که مضمون چی؟ حساب. همین ماشین حساب هم کلکلیتور میگن، چرا که چی را دار؟ حساب میکنن، محاسبه میکنن. خب و حساب در اصطلاح چی را میگن؟ در اصطلاح منظور از حساب در روز قیامت، منظورش محاسبه اعمال نیک و بد است. که اعمال انسان در روز قیامت محاسبه میشه با شواهدی چون دفتر اعمال، ملائکه، اعضای بدن و مکان عمل و غیره. خب دلیلی که ما به ایمان داریم چی هست؟ وقتی که ما به یک چیز ایمان میداشته باشیم، باید سند از قرآن و سنت داشته باشیم. ما دلیل ما از قرآن عظیم شان چی است؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ندع الموازین القسط لیوم القیامه. الله سبحانه وتعالی میگه که ما موازین عادلانه در روز قیامت، فلا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اینجا الله میگه که ولو که به اندازه یک مثقال، یک حبه، یک دانه باشه، دیگه ما رو چی میکنیم؟ او رو میاریم و کفایت میکنه که ما حساب بکنیم و محاسبه بکنیم. و در چی است؟ در حدیث شریف هم است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من حسبه عذبه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر کسی تو محاسبه دقیق شوه، ای بسیار عذاب میشه. از این خاطر ام المؤمنین مادر ما و شما بی بی عایشه صدیقه رضی الله عنها میگه که یحاسب حسابا، میگه گفت که الله خود میگه که یحاسب حسابا یسیرا. رسول الله صلی الله گفت که منظور از این عرض است، یعنی فقط امت اعمالشان پیش میشه، اما اگر مناقشه شوه باز انسان هلاک میشه. الله ما و شما را از او حفظ بکنه. خب بناهن مسئله حساب در آیات قرآن هم آمده و در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ثابت است که اعمال انسان، کل اعمال انسان، اعمال اعتقادی، اعمال قلبی، اعمال زبانی، ما شما عبادت های قلبی داریم، عبادت های زبانی داریم، عبادت های بدنی داریم، عبادت های مالی داریم، اعتقادات داریم، عبادت های فکری داریم، تمام اینمی اعمال انسان چی خیر است و چی شر است، این کل از چی میشه؟ محاسبه میشه و این به آیات قرآن و احادیث ثابت است. نکته دیگه که به او باید باور داشته باشیم او است که در روز قیامت الله سبحانه وتعالی چرا محاسبه میکنه؟ چرا حساب میکنه؟ چرا عمل هر کس پیش روی خودش محاسبه میکنه و بالای شاهدار میره و کتاب میره؟ به خاطر از اینکه الله ذات عادل است. برای الله معلوم است که فلان نفر با اعمالی که کرده به جنت میره و فلان نفر با اعمالی که کرده به دوزخ میره. لکن
به خاطر قناعت دادن مردم که باز مردم نگویند در روز قیامت که العیاذ بالله ما کار نکردیم، الله سبحانه وتعالی تمامی شواهد و دلایل بالایشی میکنن میاره که خودت بدل خودت اینی گناه را کردی و با اختیارت کردی و با فکر و با خوب قناعت خودت اینی کار را کردی. انال شاهدان در روز قیامت و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب و جیع بالنبیین و الشهداء. الله میگه که وقتی که دفتر و اعمال و کتاب و میزان یا گذاشته میشه، باز میگه پیغمبر آورده میشه و همچنان شاهد آورده میشه. و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون. در بینشان قضاوت عادلانه میشه، به حق میشه و سر هیچ کسی ظلم نمیشه. بنان بعضی کسا هست که امی وقتی که گناه هست میگه گناهکار ظالم است. بر چی ظالم است؟ سر خود، سر نفس خود ظلم میکنه. بنان کسی که گناه میکنه در حقیقت ظلم در حق خود میکنه. من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. آیات قرآن میگه کسی که عمل نیک میکنه بر نفس خود میکنه، و من اساء و کسی که نافرمانی میکنه گناه میکنه فعلیها بالای خود میکنه. از این خاطر در روز قیامت چیست؟ میگه کل نفس بما کسبت رهینه. هر کسی در گروه اعمال خود است. شما در این توقیف که برین، هر کس هر گناهی را که کرده در گروه اونمو گناه خود است، بخاطر اونمو بسته شده و یکی رو ببینید در دستایش قید است، یکی رو ببینید در پایش هم زنجیر انداخته شده، یکی رو ببینید که در دست و در کمر و در پایش در کلش انداخته شده. بنابراین هر کس مطابق اعمال خود اونمو یه چی هست؟ در گروه اعمال خود است. همین قسم که در دنیا انسان است، در آخرت 100% در روز قیامت همین قسم است. انال الله سبحانه وتعالی به اساس عدالت خود شاهداره و کتابه و کل چیزه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی بسیاری کس هست گپ به جای میزنه، غیبت غیبت میکنه، باش میگه برای غیبت نکو، هنوز هم دوام داره، روزه دادانش هست، غذای حرام حلال سر خود چی ساختم من نکرده که من صاحب روزه نفلی گرفتیم، بازو غذای حرام که گوشت مثل خوردن گوشت یک مرده هست، بازو غیبت هم میکنه. پس از این خاطر انسان فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آره بهترین شاهد برای ما و شما مثلا همین موبایل هاست. مثلا وقتی که شما این موبایل میگیرین، شما اگر یک ثانیه هم یک کلمه گفته باشین در این موبایل چی میشه؟ ثبت میشه و در مقابل این یک کلمه تون شما محاسبه میشه. تیز؟ مثلا یک نفر زنگ زد گفت فلانی خان دوزی بکنیم، تو داستای که دارم تلفن گفتی آه اینه، تو میگی والا برو من آ گفتم آ در محکمه که تره برم میگه سکس همین در تلفون او برد گفت دوزی بکنیم، تو گفتی آ اینه. و اونمو آی تو به نظر تو بسیار کوچک میه، اما او در محکمه سبب از این میشه که تو را دستت قطع کنه. خاطر از این که تو چیه دی؟ در سرقت شریک است و شاید او سرقت نفرها کشته شده باشد و گناه تو بیشتر و بیشتر. به هر صورت انال الله سبحانه وتعالی به اساس عدالت خود تمامی اسناد بر بالای تو میکشن که انسان کاملا خاموش بنه. سعی کنید آیت قرآن چی گفته؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا. چی گفت؟ یقره گفت یا یره گفت؟ فرق از بین از این کلمات قرآنی بسیار دقیق است. نگفت که اگر کسی یک مثقال عمل خوب کرده باشه یا خراب کرده باشه او را یقرا، او را میخوانه. اگر تو نشته باشه که فلانی در فلانی وقت اونو کارا چی کرد، او را میخوانه. بلکه الله سبحانه وتعالی با قدرت خود اونمو عمل تو را در اونمو چی میکنه؟ مجسم میکنه. این شاید مردم تو قرن پیش یا سه قرن پیش سوال میشد والا چطور مثلا ما یک نفر یک کار کرد و باز این حال برای چی شد؟ حال ما و شما فیلم های 50 سال پیش هم میبینیم، فیلم های یک قرن پیش هم میبینیم، صحیح نه؟ اون نفرهایی که رفتن مردن زیر خاک شدن گم شدن، لکن حال فیلمش سهل میکنه، اما هر حرکتی که کرده ثبت است و اونجا هست.
بناهن بالای هر مسلمان، متوجه باشین که هر مسلمان باید باشه که همیشه بالای تو کمره، اما تو 24 ساعت تحت کمره هستی که اعمال تو چی میشه اینجا؟ کلش اینجا ثبت میشه. این موضوع دینی را شما بخونین، موضوع دینی را بخونین، باز براتون این گپا خوب واضح میشه که کلی چیز برات نشان میده و میفهمی که چیز کلی چیز بناهن الله سبحانه وتعالی ایرش میگه. خب شاهد اولی که در روز قیامت میباشه کی هست؟ چندین شاهد است. اولین شاهد بالای ما و شما کی هست؟ و یکون الرسول علیکم شهیدا. اول شهادت کی میده؟ رسول صلی الله علیه و سلم میده، او شاهد میباشه، او بالای سر ما و تو همیجا در روز قیامت شهادت میده که به اینمی امت من اینمی قرآن عظیم و شانه به شکل کاملش رساندم، گذاشتم برشا، حرف حرف قرآنه که جبریل امین بر ما آمد آورد، امین آسمان آورد و امین زمین او را حفظ کرد و بر امت خود رساند، کلشان شهادت میده. خود رسول الله صلی الله علیه از اعتقادات وقتی که در روز قیامت صحیح البخاری یک شاهد از سرتون، صحیح مسلم دیگه شاهد از سرتون، ابو داود دیگه شاهد از سرتون، همین کتاب های حدیث کلش گذاشته شما، هر کدام از این بر تو گپ رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنه. اما ما و تو چی کردیم؟ اما ما و تو نام ما امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، لکن از احادیث از قرآن و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بی خبر هستیم. اگر درس شام شروع شوه نمیشینیم و اگر بشینیم هم تا لحظه که طبیعت ما خوب است اونم شیشیم، اگر ما که خستگی سر ما اومد باز میخیزیم میبرایم میگیم برو بیادر گپا و قدر چیز نیست، دقیق نیست. درس صحیح البخاری در زمستان شروع شده بود، نه چندین مسجد درس صحیح البخاری بود و کلیپ های درس های صحیح البخاری، صحیح مسلم، ترجمه مختصر صحیح البخاری هست، یعنی هیچ کسی دلیل نداره که بگو یک صحیح بر من نرسیده. عقیده ما کی هستیم؟ ما چپراسی های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. اگر همه علیه کدام پوانتون شما دیدین که روز جمعه باز باشه و هر پوانتونی که استاد میره اونجا تا که برش ماش کل چیز برش تعیین نباشه نه، لکن اینجا بر شما ما منیسی چپراسی ها مثل خدمتگارای دین میایم بر شما از هر جای دور که باشه میایم خدا میرسانیم و بر شما درس میگیم. چرا؟ به خاطر ازی که در روز قیامت وقتی که رسول الله شهادت میده باز میگه بله در امت مکسایی بود که عقیده قرآن و عقیده سنت برای مردم رسان، ای که باز اینا را میششتن باز تو جوابت خودت میدی، ای کس باز قبول نمی کنن یا درس عقیده را به خاطر رشخندی کردن سر درس عقیده خصوصی مثلا ما درس دادیم عقیده قرآن خانیم حدیث خانیم انسان از از زبان انسان یک کلمه گپ خارج میشه، باز میشینم که او دیدی نجیب جان که استاد چی گفت؟ او نه استاد یک مذاق کرد، صد آیت قرآن استاد خان فکرش نشد، صد حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد خان فکرش نشد، اما یک اشتباه از استاد شد اون را ماکم میگرد. چرا؟ او در فکر قرآن و سنت نیست، او در فکر چی است؟ عیب پالیدن است. عیب خب کل ما داریم، خب کل بنی آدم خطا، هر انسانی که بنی آدم است از پیش اشتباه میشه، از این خاطر ما میگیم که از کل تان کرده ما شرمنده تر و روی سیاتر و گناهگار هستیم، الله عفو ما بکنه، کجا ادعای عصمت هم میکنن. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز قیامت شهادت میده که برای امت ما عقیده صاف و پاک قرآن و سنت موجود بود و علمایی بودن که به خاطر رضایت الله امی عقیده قرآن و سنت بر از اینا بیان میکرده، ولو که در بعضی از درسای عقیده که بیان بکنی شاید زندگی تان در خطر باشه. یک روز من کسی گفت شما استاد با صراحتی عقیده را بیان میکنین نمیترسین؟ من گفتم برادر من 10 سال پیش بستری من در گوانتانامو اوار کرده بودم،
اما این کتاب ها بستری من نرفته، او رحمت الله هست. اگر ما 10 سال پیش باید در کجا می بودیم؟ در گوانتانامو می بودیم. بخاطر که مخالف قرآن بسیار زیاد است، مخالف احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیار زیاد است، و حتی در میالقی درس میایه، الله هدایتش کنه، الله هدایتش کنه. برای چی میایه؟ برای نمی که باش یک کلمه را پیدا بکنه، باش که مذهب چطور کنه، برو بکن. مثلا من میالش 50 سال هستم، نه زیاد زنده باشم 10 سال دیگه، در می 10 سال که ما او شویم، آتش شویم، قصرها از ما شود، چیزا شد، در اونجا هم تیر میشه، اگر در زیرخانه برید تیر میشه، در زندان هم برید تیر میشه، اینجاست. لیکن عقیده توحید ما را الله حفظ کنه برام که با عقیده توحید بریم. یکان تو خانه جور میکنه، باز مرمه میگه سال چطور است این قصر؟ نه الله، قصرت بسیار خوب شد، کاش که 800 سال خمر میداشتی. قصره که جور کردی برای 800 سال خدا که 2 سال بعد 3 سال بعد حتی خانه جسد نرسیده، دمی چیز که بالا شده، دمی لفتش غرز خطا خورده، اما سیخای تعمیر لفتش در شکمش در آمده، تاریخش ختم کرده. ایسا نقشه 500 سال میکشه و اونجا ملک الموت دیگه برش وقت پر رسیده که امروز روی حضیر چی کن؟ قبض. بهترین